سلام به همه همراهان و دوستان و بزرگداشت یاد شهدای انقلاب ملی و درود به جوانان و میانسالان و کهنسالانی که شبانه روز پای این انقلاب ملی ایستادند. بعد از حادثه غلبه تیم ملی جمهوری اسلامی بر تیم ویلز در قطر، من اسمش رو پیروزی تیم ملی ایران نمیذارم، غلبه یک تیم حکومتی بر یک تیم ملی فوتبال از کشور دیگه است. خب واکنش های زیادی بود. من امروز در لایوی که روی کانال اول داشتم کامل توضیح دارم، نظراتم رو گفتم که به طور خلاصه ببینید فوتبالیستایی که اینطور شادی میکنن، نمیشه آدم بگه دلش همراه ملته و اصلا اون خنده قهقهه بر لبش بیاد. خب مشخص شد دروغ میگن، مشخص شد تعداد زیادی هول شدن که دفعه قبل تعداد از اینها سرود نخوندن و شاید اصلا بازی بود که این یک نوع سطح توقعی در جامعه ایجاد شه که اینا دیگه سرود نباید بخونن، وقتی خوندن سرخوردگی بشه. من امروز گفتم نشانه های قبلی همش این بود که اینها اصلا جز تیم ما نبودند که حالا اگه برن بیرون ناراحت شیم. کسی که با هر انگیزه جلوی یک قاتل بی سواد فاسد مثل رئیسی تعظیم میکنه به هیچ وجه هیچ نسبتی با ملت ایران نداره. پس در تیم ملت ایران نبودی که الان اگر حالا یه اتفاق افتاده اون دفعه سرود رو نخوندن که اون دفعه هم آره دوستاشون خوندن، ولی این که این دفعه جز یک نفر من دیدم، یکیشون که یک لباس آبی به نظرم به تنش بود، شاید دروازه بان بود و نمیشستم اینها رو، خوشبختانه بقیه سرود رو خوندن. این دیدم خیلی‌ها مثلا غمگین شدن، ناراحت شدن. من اونجا توضیح دادم که اصلا این غمگینی نداره، اینا اصلا جزء ما نبودند که بخوان از گروه، از براندازان، از مردم جدا شن. اینا تیم جمهوری اسلامی بودن که هیچ سنخیتی با تیم ایران نداره. تیم ایران که میگن نه فقط تیم فوتبال، تیم گروهی ملت ایران که در عرصه‌های مختلف فعال هستند و دارن زندگی میکنن و میخوان فقط زندگی بکنن، چیز زیادی توقع ندارن و جمهوری اسلامی رو هم ازشون دریغ کرده و لعنت به جمهوری اسلامی که یک مناسبت‌ها و یک حوادثی که میدونست موجب شادی بشه از جمله این فوتبال رو در شرایطی قرار داده که اصلا مردم احساس شادی نمی‌کنن، بسیارشون احساس شادی نمی‌کنن. جشنایی که در خیابون برگزار شد دیدید که بخش عمدهش نیروهای همون نیروهای سرکوبگر قاتل فاسد کثیف الاخلاق بودن که حالا یه جا با اون رفتار زشت با خانم انجام میدن و یه جا میان میرقصن و من توی پست اینستاگرام نوشتم پاداش اون جنایتای کنن که این نیست که فقط برقصن. اگر من جای خامنه‌ای بودم یه فتوا میدادم که سکس گروهی رو برای اینا آزاد می‌کردم که بیشتر از جنایتشون لذت ببرن. خب بعد از این غلبه تیم فوتبال وابسته به جمهوری اسلامی بر تیم ویلز، خیلی از افراد که من تصور می‌کردم فوت کردن، خبر ازشون نبود، دو سه ماه زبان‌هاشون باز شد، معلوم شد زنده هستن. پیام‌های تبریک و اینا پشت سرم اومد. یکی از عجیب‌ترین پیام‌ها پیام سید حسن خمینی بود که حالا الفاظ عجیبی که این بازیکنان بزرگ و نمی‌دونم بی‌نظیر رو این حرفا به کار برده بود. من برگشتم به تعبیرات دو سه ماه اخیر که اصلا این انقلاب این بار که حالا جرقه‌ای بود برای بروز و ابراز نارضایتی مردم از کجا شروع شد؟ از مرگ مظلومانه مهسا. علت دستگیری موضوع حجاب. بنیاد و بنیان این زورگویی در حجابو کی گذاشته؟ اون ملعون گور به گور شده که آمدن و رفتنش تو 10 سال صدها هزار جان عزیز رو از ایران ما گرفت، چه در جنگ، چه در اعدام، چه در مهاجرت‌های ناچار. بله، روح الله خمینی، همون کسی که در سخنرانی قلاز و شدادش در تیر ماه 59 به همه حکومتی‌های خودش پرید که چرا هنوز در ادارات بی‌حجابی هست. اون سخنرانی برید ببینید چقدر تند و تیز صحبت می‌کنه. و همون خمینی که حکم داد اون کسی که اومده بود از اوشین تجلیل کرد و در رادیو گفت حکمش اعدامه و حتی مسئولان رادیو هم گفتش اعدامه. حالا بازمانده یادگار اون ملعون اومده ابراز خوشحالی میکنه از فوتبال. یقین دارم خمینی اگه دستش میرسید تیم فوتبال رو هم تعطیل میکرد با توجه به روحیاتی که داشت. اصلا کلمه ملی که بارها خمینی گفته بود که اصلا خلاف اسلامه. حالا اینکه یادگارش حسن خمینی که اونم مثل پدرزنش رستم و علماس روز به روزم داره طول عرض و ارتفاعش کنه، طول عرضش داره بیشتر میشه، اون میاد ابراز شادی میکنه برای تیم ملی، اینم از عجایب روزگاره. اما مهمترین که
الان 2 ماه و خوردی در کشور کشتاره. یک بار حسن خمینی نظر داده، من نمیگم چنا، یه بار نظر داده ولی خب سعی کرده نسیخ بسوزه نه کباب. و تقریبا 30% از اون پیامش تعریف از خامنه ای، محکوم کردن کسانی که به خامنه ای اهانت کردن، لزوم حفظ نظام و اینکه این همه خون پای نظام ریخته شده باید نظام حفظ بشه، اشکالاتش اصلاح بشه، به قوه قضاییه توصیه کرده، اما هیچ جای اون با صراحت اصلا محکوم نکرده جنایت ها رو، در حالی که دیگه حتی افرادی مثل سرفراز که مدیر منصوب علی خامنه‌ای در صدا و سیما بود به صراحت اومد گفت این کار جنایته و کسانی که در این جنایت دست داشتن باید پاسخگو باشن و قطعا محاکمه خواهند شد. ولی حسن خمینی یک پیام وسط لاحافی که میگم بیشترش هم تعریف، حالا بیشتر که حداقل 30% حجم اون پیام تعریف از خامنه‌ای و جایگاه خامنه‌ای و شخصیت خامنه‌ای و محکوم کردن کسانی که به خامنه‌ای اهانت کردن، در حالی که تمام وجود خامنه‌ای فدای یک موی سر سارینا، فدای یک موی سر نیکا، فدای یک سر موی سر مهسا، حدیث و دیگران، فدای یک موی مونا نقیب‌زاده دختر 7-8 ساله سیستان و بلوچستان. خب نگرانیش هم این بوده، میگم در مورد کشتارم حتی در کسانی مثل مهدی نصیری که از یاران نزدیک خامنه‌ای بودن، افرادی مثل جواد مگویی که از نویسندگان به شدت حزب اللهی، همشون به نحوی محکوم کردن. حسن خمینی وسط لحاف خوابیدونم که تقریبا یک ماه و بیش از یک ماه اونی پیش، حدود 50 روز پیش، و بعد از اون خفخون کامل و خفقان کامل، خاک مرگ بر دهانش پاشیدن، هیچی نگفته. حالا اومده ابراز شادی میکنه، تبریک میگه، برای بچه‌ها آرزو موفقیت میکنه و اینکه کار بزرگی کردن. و نامردی بزرگش این که میگه جوسازی های ناجوان مردانه ای که علیهشون شده بود. جوسازی ناجوان مردانه چیه؟ اون وظیفه ای که توی الدنگ حسن خمینی داشتی که محکوم کنی جنایت ها رو بنا کردی، و یه سری از فوتبالیست های قهرمان و ملی مثل وریا غفوری، مثل علی کریمی، مثل پرویز برومند، مثل علی دایی، مثل یحیی گل محمدی محکوم کردن، و همون باعث شد که بسیاری از مردم خط فوتبالیست‌های واقعی رو از فوتبالیست‌های جمهوری اسلامی جدا کنن. اینو بهش میگه فضاسازی ناجوان مردانه. یعنی در قصه حالا فرض کنیم که دو تا فوش دادن به تیم ملی دیگه، از این بالاتر نیست که تو شرایطی که این همه جان عزیز از دست رفته، این همه خسارت وارد شده، این همه دل نگران وجود داره، 2 ماه به حدود 20,000 نفر بازداشت شدن، کلامی از این حسن خمینی الدنگ شنیده نشد. البته توقعی هم نیست. کسی که پدر بزرگش با 2 خط چند هزار نفر رو دستور اعدامشون رو داد، کسانی که در زندان بودن، سالها بود در زندان بودن و هیچ حرکتی نکرده بودن، خمینی با بی‌شرافتی تمام اومد گفتش که برید ازشون بپرسید که همچنان مواضع سیاسیشون رو قبول دارن، حکمشون اعدامه. و با یک محاکمات چند ثانیه‌ای یه در توی اتاق نگران داشتن. خب حساب بکنید، حالا یه سری جوان احساساتی دارای غرور تو جمع هم دیگرشون میدارن در حضور هم دیگر، اگر میخواستن واقعا مسئله حل کنن دونه دونه تو اتاق صدا میکردن، حالا طرف میگفت یا آره یا نه، تو جمع میپرسی که اکثرشون غیرتی بشن میگن آره، و اصلا دنبال اعدامشون بودن. خب اون آدمی که اینطور میکشه خب باید یادگارش هم همینطور باشه دیگه، اصلا براش اهمیت نداشته باشه که 20,000 نفر تو زندان هم و معلوم نیست از اون 20,000 نفر چند نفر به سرنوشتی مبتلا میشن که پدر بزرگ قاتل حسن خمینی اون سرنوشت بر اون رقم زد. یک کلام در مورد اونا دلسوزی نمیکنه و بعد میاد میگه که فضاسازی ناجوانمردان علیه تیم ملی. این تیم واقعا ملیه؟ البته بله، برای شکم گنده و گردن کلفت و مفتخوریای پسر یادگار امام که میشه این احمد ثانی، پسر حسن خمینی که اخیراً هم ازدواج کرد. جوانهای مردم تا 35-40 سالگی نمیتونن ازدواج کنن، این هنوز از تخت نمیده براش زن گرفتن. و متأسفانه مش اخوند احمق هم میرن پشت سرش و همین سنی بچه 20 ساله رو پشت سرش نماز میخونن. خب اونها مشخصه باید اینطوری باشن، چون خودش به فوتبال علاقمنده، پسرش به فوتبال علاقمنده، پدرش احمد خمینی به فوتبال علاقمند بوده، گور پدر بقیه ملت که دارن رنج میکشن. و تازه دلسوزی هم میکنه که چرا 4 نفر به اینا گفتن که صفت بخشی از ویژگی های خائنانه، وطن فروشانه و ضد مردمی این اعضای تیم رو افشا کردن. غیر از حسن خمینی که اصلا دیگه هم هستن، ولی ببینید ما اینطور مواقع میشه. من بارها گفتم یکی از مزایای عدم پیروزی جنبش سبز این بود که بسیاری از ماها دستمون رو شد. یعنی اگر شما فرض کنید سال 88 جنبش سبز پیروز میشد و جمهوری اسلامی سرنگون میشد، تازه اگه اونا سرنگون میکردن، ما چه وضعی داشتیم؟ الان یه سری آدمای زیادی که چهرهشون برای مردم شناخته نشده بود. اما امروز به برکت این تأخیر در سرنگونی جمهوری اسلامی
کمتر کسی هست که خودش نشون نده. و این انقلاب 3 ماهه اخیر، مرحله فیلتر بعدی و مرحله تصویه بسیار دقیق بعدی که افراد خودشون نشون بدن، از مهران رجبی گرفته تا حسن خمینی و بعضی از افراد دیگه. حالا تکلیف امثال عریض و دبیرانه که قبلا مشخص بود، اونا مزدور کثیف الاخلاق، فاسر الاخلاق، ضد مردم بودن سالهای سال. اما افرادی که ادعاشون میشد مثل حسن خمینی، مثل بعضی از مقامات و سیاستمداران، مشخص شد تکلیفشون، الان مشخص شد. حالا مهران رجبی اونام که قبلا شاید مردم نمیدونستن، الان آشکار شد. به هر حال من میخوام حالا در پایان بازم برگردم به قسمت حرف اول حرفم. به هیچ وجه دوستان از اینکه این تیم پیروز شد، یه عده میگن که خب اگر ما برنامه ریزی میکردیم به بهانه همین پیروزی مردم میمدن بیرون و تومار حکومت رو میپیچیدن. دوستان مگه اینایی که اومدن تو خیابون بهانه ای داشتن در این 2 ماه اخیر؟ اگر فضا مناسب بود قطعا خودشون میمدن، مگه غیر از اینه؟ خب از تو خواهش میکنم تحت تاثیر چیزا قرار نگیرید، روحیتون رو از دست ندید. یه عده دارن تلاش میکنن روحیه یأس تزریق کنن و دارن از این موضوع سو استفاده میکنن که اگر بحثای بعدی بود عده دعوت به تحریم کردن، باز اینا خونساش بکنن. ببینید یه عده میگفتن که ما اگه بریم اونجا تو ورزشگاه، اونجا میتونیم یک پارچه شعار بدیم. من 1 ماه و نیم پیش گفتم آقا فضای قطر فضایی نیست که اجازه بده، با توجه به روابط ویژه‌ای که بین جمهوری اسلامی و قطر است، روابط ویژه فقط در این امورها، وگرنه در مسائل اقتصادی دیدید که دیروز قطر یه تودهنی به ایران زد، به جمهوری اسلامی زد، طرف یه قرارداد بزرگ گازی با چین بست، عملا جمهوری اسلامی رو از این بازار انداخت بیرون. ولی تو مسائل سیاسی با هم دیگه ارتباطاتی دارن. من نوشتم، گفتم، فریاد زدم که با توجه به فضایی که در قطر وجود داره که کلا اصلا خود فضا دیکتاتوریه، با جمهوری اسلامی روابط نزدیک دارن، اجازه نخواهند داد که تظاهرات و شعار زیادی علیه جمهوری اسلامی داده بشه. الان یک کلیپ اومده بیرون، یه خانمی میگه حتی رو سینه من اشو زن زندگی آزادی داره گریه میکنه، میگه به من اجازه ندادن، گفتن باید پاک کنی بعد بری تو، پرچم رو از دستم گرفتن. این برامون تجربه بشه، کسانی که میان خیلی ادای مصلح، خیلی انیشنوار به خودشون میگن که این بشود آن میشود. نه دوستان، تکلیف روشنه. جمهوری اسلامی ایران، هر کس کنار جمهوری اسلامی به هر دلیلی ایستاد، باید طردش کرد، باید تحریمش کرد، باید بایکوتش کرد، به هر بهانه‌ای، به هر دلیلی. صف دیگه کاملا مشخصه. الان دیگه فضا غبارآلود نیست، میگم یه عده نمیدونن حق با کیه و ناحق چیه. من از این جهت میگم که یه عده، من مطمئنم از این میخوان سوء استفاده کنن. حالا اگه فردا به فرض مثلا یه تیم کشتن میخواست بره، اگه ما اومدیم حرفی زدیم، بگن که آقا ببینید ما دیدید اون دفعه اگر مثلا رفته بودن اینطور میشد، اگر میرفت برای پیروزیشون برنامه میذاشتیم مردم میبدن بیرون. نه دوستان، اگر قرار بود کسانی که دارن برنامه‌ریزی تظاهرات رو میکنن، هیچکدوم از ماها نیستیم، یه سری جوون هستن دارن با متانت و با مدیریت برنامه رو دقیقا تنظیم میکنن، برگزار میکنن. اگر امکانش براشون بود و اگر فکر میکردن که به مصلحت هست، حتما از این فرصت هم استفاده میکردن، ولی دیدیم که نکردن. پس معنیش اینه که اصلا ربطی به این افراد نداره و خواهش میکنم تحت تاثیر این افراد قرار نگیرید. خیلی متشکرم، موفق باشید.